سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. به نظر می رسد که پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی از پیروزی شب گذشته تیمش برابر ریال مادرید چندان راضی نیست. ظاهرا باشگاه بارسا چندان از یادآوری نام و خاطره کریستیانو رونالدو استقبال نمی کند. رئیس جمهور روسیه حذف ورزشکاران این کشور و بلاروس از بازی های المپیک زمستانی پکن را نقض اصول ورزش و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواند. وقت داور بازی ویسل پایان بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان را به صدا درآورد، ما ناگهان متوجه شدیم که سیتی که برنده شده بود به نظر بازنده می آمد، ریال مادرید که باخته بود به نظر برنده می آمد. بازی شب گذشته در واقع می توانست یک بازی درخشان و تاریخی لقب بگیرد، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. وقتی مشخص شد که اتفاقات پارک دو پرنس قرار نیست تکرار شود، سیتی سعی کرد اوج بگیرد. سیتی توانست ریال مادرید را به زانو درآورد. شرایط بازی به شکل پیشرفت که به نظر می رسد کالتو به هیچ وجه برای این بازی آماده نشده و صرفاً به صورت محتاطانه اطلاعات را راجع به حریف به دست آورده است. استفاده از سیستم 4-3-3 از ابتدا تا انتها اشتباه بود. زنچنکو که نقطه ضعف حریف بود به هیچ وجه مورد حمله قرار نگرفت. شرایط درباره دبروین که بهترین بازیکن رقیب به حساب می آید نیز مشابه بود. آنها نتوانستند فشار که سیمونه به سیتی وارد کرد را تکرار کند. بازی به این خاطر 2-1 شد که بنزما در واقع نقش مسی را در لحظه بازی کرد و در نیمه دوم نیز توانست شرایط را برای تیمش بهبود ببخشد. در نهایت بازی با جنگندگی، گل‌ها و دخالت بیشتر بازیکنان همراه شد، اما تاکتیک‌های کمتر در این بازی به کار گرفته شد و دیداری که می‌توانست 8-2 به پایان برسد در نهایت به حساب 4-3 تمام شد. گواردیولا پس از بازی از زیدان تقلید کرد و در حالی که روی جبهه‌های یخ کنار زمین نشسته بود این سوال را از خودش مطرح کرد: چرا خط دفاعی ما به اندازه آنها بد بود؟ گواردیولا همیشه عادت به شکست‌های بد دارد. او همیشه اتفاقات را تجربه کرده که پیش از آن قادر به پیشبینی آن نبوده است. او پس از بازی سخت که برابر اتلتیکو پشت سر گذاشت و در سالگرد جمله فراموش نشدنی مورینیو استاد کنفرانس‌های خبری است لبخند زد و در حالی که نومید به نظر می‌رسید نشست رسانه‌ای را ترک کرد. در حالی که سیتی با 2 گل پیش بود این فرصت را داشت که به راحتی نتیجه را 3-0 کرده و خیالش را تا حد زیاد از بازی برگشت و صعود به فینال لیگ قهرمانان راحت کند، اما ریاض محرز نتوانست از فرصت خوبی که داشت به درستی استفاده کند. این بازیکن الجزایری تصمیم گرفت که به جای ارسال پاس و این فرصت ایجاد شده خودش به سمت دروازه شوت کند و به این ترتیب نتوانست این ضربه را به گل تبدیل کند. این در حالی بود که دبروین و فیل فودن هر دو در کنار این بازیکن 31 ساله حضور داشتند و می توانستند ضربه بهتر به توپ بزنند، اما او با خودخواهی این فرصت را از دست داد تا سیتی نتواند اختلافش را با ریال مادرید به 3 گل برساند. این اتفاق باعث شد که گواردیولا به شدت در کنار زمین خشمگین شده و نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهد. این مربی اسپانیایی که از تصمیم محرز عصبانی بود فریادهای را خطاب به این بازیکن کشید تا به او اعلام کند که از این که توپ را به هم تیمی هایش نسپرده به هیچ وجه راضی نیست. سیتی در نهایت موفق شد این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد، اما با توجه به این که اختلاف این دو تیم تنها 1 گل است و بازی برگشت در برنابو برگزار خواهد شد، شاید این عصبانیت گواردیولا چندان هم غیر منطقی نباشد. پپ گواردیولا سرمربی سیتی در پایان بازی گفت: فکر میکنم برای همه فوتبال دوستان بازی جذاب و هیجان انگیز بود. خودم هم لذت بردم. بازی مثل یک مسابقه مشت‌زنی بود. ما در زمین همه توانمون را گذاشتیم. فکر میکنم نمایش خوب ارائه دادیم. یک هفته بعد به مادرید میرویم و باید همین قدر خوب باشیم. عصبانیت از دست محرز به خاطر موقعیت‌سازی های زیاد. به هر صورت همه شانس های گلزنی که قرار نیست به گل تبدیل شود. مقابل ما حریف بزرگ مثل ریال قرار داشت و گاه بخت هم با شما یار نیست. بازی برگشت. هدف این است که در برنابو خوب بازی کنیم و راهی فینال شویم. راه دیگر وجود ندارد. این بازی تمام شد و باید به لیدز یونایتد فکر کنیم. بازی با لیدز که تمام شود برای بازی برگشت با ریال مادرید برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در پایان بازی به بازیکنانم تبریک گفتم چون لایقش بودند. نمیدانم در بازی برگشت چه خواهد شد، ولی امشب خیلی خوب بودیم و فعلا باید این پیروزی را جشن گرفت. مهاجم فرانسوی ریال مادرید در این فصل تا 41 بازی 41 گل به ثمر رساند و 13 پاس گل داده است و حالا با بهترین رکورد گلزنی مسی در یک فصل لیگ قهرمانان اروپا مساوی شده است. تنها رابرت لیواندوفسکی 15 و کریستیانو رونالدو 17 آمار بهتر در این زمینه دارند. اما نکته مثبت فصل 2021-2022 برای بنزما این است که حالا او با ثبت 4 گل دیگر میتواند شمار گل‌های خود با پیراهن ریال مادرید را به عدد 324 برساند و با عبور از رکورد 323 گل راول گونزالس به دومین گلزن برتر تاریخ باشگاه تبدیل شود. کاپیتان 34 ساله مادریدی ها در 13مین فصل حضور خود در این باشگاه به چنین رکورد نزدیک شده است. کارلو آنجلوتی پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت: نقشه ما این بود که بهتر دفاع کنیم و قرار نبود به این شکل حمله کنیم. خیلی بد بازی را شروع کردیم و 2 گل زود هنگام خوردیم، اما در ادامه توانستیم واکنش خوب نشان دهیم. در بازی باقی ماندیم و حالا برای بازی برگشت امیدوار هستیم. یک بازی در خانه که هواداران میتوانند کمک شایان به ما بکنند. آنالایز بازی کار بسیار آسان است. قطعا باید بهتر دفاع میکردیم. پپ گواردیولا هم با من میتواند هم نظر باشد. مهاجمان بازی بهتر نسبت به مدافعان داشتند. حالا منچستر سیتی دست بالا را دارد و 1 گل بیشتر زدند. به هر حال فکر میکنم که در سانتیاگو برنابو احتمال رخ دادن هر گونه اتفاق وجود دارد. با نقل از مارکا، وینیسیوس جونیور در دیدار برابر منچستر سیتی بازی خوب را به نمایش گذاشت. او توانست گل دوم ریال را با استارت تماشایی به ثمر برساند، هرچند که ریال در نهایت بازنده این بازی شد. شبکه آماری اوپتا اعلام کرد که وینیسیوس با 21 سال و 288 روز به کم سن و سال ترین بازیکن برزیلی تاریخ تبدیل شد که در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق به گلزنی شد.
اتفاق عجیبی در یکی از دیدارهای تیم جوانان بارسا توجه بسیار از رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. فرمین لوپز بازیکن 18 ساله تیم جوانان بارسا موفق شد گل جذاب و کلاسیک به سبک بارسا با ضربه برگردان بزند، اما اتفاق پس از این گل بود که حالا جنجال زیاد را به پا کرده است. این بازیکن جوان پس از گلزنی برای بارسا به سمت گوشه زمین دوید تا خوشحالی خودش را از ثمر رساندن این گل تماشایی ابراز کند و شادی معروف کریستیانو رونالدو را با پریدن به هوا و مشت کردن دستانش رو به زمین تکرار کرد. این اتفاق باعث شد که صفحات رسمی باشگاه بارسا در اقدام عجیب دست به سانسور تصاویر منتشر شده مربوط به گلزنی این بازیکن در شبکه‌های اجتماعی بزند. آنها با این کار در واقع خواستند نشان دهند که هیچ رابطه خوب بین این باشگاه و مهاجم سابق رئال مادرید وجود ندارد و آنها از یادآوری نام و خاطره این بازیکن به هیچ وجه استقبال نمی‌کنند. برای مثال در پستی که در اینستاگرام از گلزنی این بازیکن منتشر شده لوپز و گلی که با ضربه برگردان به ثمر رسیده نشان داده می شود، اما او سپس برای جشن گرفتن به گوشه زمین می دود و تصاویر پس از آن دیگر منتشر نمی شود. حالا روزنامه مارکا با انتشار تصاویر نشان داده که دلیل سانسور این صحنه توسط شبکه اجتماعی بارسا این بوده که لوپز پس از گلش تصمیم گرفته به سبک این ستاره پرتغالی خوشحالی کند و این موضوع به مذاق مسئولان باشگاه بارسا خوش نیامده است. گفته می شود که این مسئله از سوی مدیران این باشگاه بسیار جدی گرفته شده و آنها تصمیم دارند درباره دلیل این شادی پس از گل از سوی لوپز تحقیق کنند و شاید تصمیمات هم درباره آینده این بازیکن و ادامه حضور او در بارسا گرفته شود. کریستیانو رونالدو که حالا پیراهن منچستر یونایتد را بر تن دارد، پیش از این در دوران حضورش در رئال مادرید موفق شده بود در 34 بازی که برابر بارسا انجام داد 20 بار دروازه این تیم را باز کند و یکی از بهترین آمارهای گلزنی را برابر این تیم به ثبت رسانده است. با نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین در دیدار با ورزشکاران روسیه و قهرمانان این کشور به طور جداگانه به تیم پاراولمپیک پرداخت. پوتین درباره تیم پاراولمپیک روسیه که از المپیک زمستانی کنار گذاشته شد گفت: شما در حال آماده شدن برای ارائه دستاوردهای خود در بازی‌های پکن در یک مبارزه آزاد و عادلانه بودید تا جایگاه شایسته خود را به عنوان قوی‌ترین بازیکنان تایید کنید و علی طور برخورد کردن که انتظار نمی‌رفت. تعلیق ورزشکاران روسیه و بلاروس نه تنها مستقیما حصول اساسی ورزش را نقض می‌کند، بلکه آشکار حقوق اساسی بشر را به طرز بدبینانه‌ای نقض شده است. او به اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 اشاره کرد و خاطر نشان کرد که همه چیز در این زمینه در آنجا نوشته شده است. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: موضوع وضعیت سیاسی، حقوقی یا بین‌المللی کشوری که ورزشکار دارد نیست، بلکه مربوط به شخص است و این حقوق است که نقض شده است. پوتین تاکید کرد که روسیه همواره با شرکای خود نسبت به استفاده از استانداردهای دوگانه و اصل مسئولیت جمعی در ورزش هشدار داده است. او در این راستا گفت: ما با هدایت منشور المپیک متقاعد شدیم که بازی‌های مسابقات کشورها نیست، بلکه مسابقات ورزشکاران است و خواستار پاکسازی ورزش از سیاست‌های شدیم که به طور مداوم ورزش‌های آن و ورزش جهانی را بی‌ارزش می‌کند و ورزش را به ابزاری برای دستکاری تبدیل می‌کند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.